متد XP، یکی از متدهای من خودم به شخصه از متد XP خیلی دوست دارم این متد رو، حتی بیشتر از نگم بیشتر، حالا خیلی دوست دارم. اول از همه بنویسید که صفحه 85 از کتاب PMI مطالعه شود کامل، اینو بالا بنویسید همون جلوی XP. خب روش XP کلن برای software development هستش دقیقا، و یکی از بهترین روش هاست که بر اساس یک سری اصول بنای شده که بهش میگن core value XP. اما قبل از اینکه وارد core value بشم، چند تا نکته تو پاراگراف اول هست میخوام اینا رو بهش بگم که هایلایت کنید. اسمش extreme programming، XP که خلاصه بهش میگن XP. بعد یادتون باشه یه ای قبل از ایکس داره، منطقه میگه اون ای رو نمی نویسن. فوکسش روی پروژه نرم افزاریه، فوکس یعنی تمرکز این متد روی پروژه نرم افزاریه. اگه فرض کنیم که اسکرام فوکسش روی در روی پراجکت منیجمنت لول برای اولویت بندی گتین فیدبکه، فوکسش اینه که توی XP من محصول نرم افزاریه ارزشمندی رو تهیه کنم و به صورت خود خود به مشتری تحویل بدم. خب برای اینکه XP رو خوب بفهمیم، باید ولیوهای کلیدی XP رو اول بشناسیم، بعد بریم سراغ شکلش و بعد اون نمودار اصلی کور پرکتیس XP، یعنی تمرین ها، کارهایی که باید تو XP انجام بدیم. نکته اول که وجود داره سیمپلیسیتی هستش. سیمپلیسیتی یعنی سادگی دیگه، یعنی من چند تا نکته جلوش نوشتم که خیلی مهمه. سیمپلیسیتی اولین کور ولیو XP هست، البته اولی نیست، اینا هیچ ترتیبی ندارن. ما کلن 5 تا کور ولیو داریم توی XP. کور ولیو اسکرام چیا بود؟ یادتون هست؟ بگیم که فکر کنم یکی از بچه ها سوالم داده بود ازش، آفرین، رسپکت، باریکلا. ترانسپرنسی کور ولیو نبود، اون پیلارش بود وحید. ترانسپرنسی آره، نه سه تا بود، اون پیلارش بود بچه، اون سه تا پیلارشه. پیلار یعنی پایه، سه تا پایه داشت: ترانسپرنسی، اینسپکشن، ادپتیشن. خب 5 تا ولیو داشت، کور ولیو. یکیش همینجور که بچه ها الان دارن می نویسن، رامین آفرین. رامین یه سوال هم ترکیب، خوشم آمد از سواله. آره لاراجه به سوالاتون هم امروز بخوام صحبت کنم. فوکس، بله، کوریج، اوپننس، کامیتمنت و رسپکت. احسن آیه حاج صادقی هم عالی. خب حالا ما همین 5 تا رو با یه سری اسمای دیگه اینجا داریم. حتما بچه ها اینسپکشن، بله، یعنی بازرس. کلماتو انگلیسی دیگه استفاده کنید بچه ها، چون امتحان زبانش انگلیسیه، ترجیحا زبان انگلیسی استفاده کنید. خب چند تا نکته بگیم. اینجا ما 5 تا کور ولیو داریم که چند تا شبیه اون یکی هستش. یکیش که شبیه کورولیو هست، کورولیو های اسکرام هستش که باید مد نظر بریم، کوریج. میبینید کوریج تو هر دوتا مشترک هستش. رسپکت تو هر دوتا، یعنی تو این هست و اونم هستش. پس این دوتا کوریج و رسپکت هایلایت کنید، بنویسید مشترک با کورولیو های XP. نکته اول. خب پس شد کوریج و رسپکت در هر دو مشترکن. بریم اولی رو بررسی کنیم، سیمپلیسیتی. چند تا نکته من در مورد سیمپلیسیتی بگم. ما وقتی میگیم سیمپلیسیتی یعنی باید این کارا رو همونجوری که نوشته، باید ردیوس کنیم کامپلکسیتی رو، یعنی پیچیدگی رو کم کنیم، نباید پیچیده کار کنیم.
از همون پلن ونیلا، همون بحث ونیلا سافر بود، ونیلا خروجی، پلین ونیلا. پس اینجا بنویسید جلوی کامپلکسیتی منظور همون پلین ونیلا، جلوی اکسترا فیچر رو بگیریم، ویست نداشته باشیم. و وقتی میگه ویست، دیگه اون انواع ویست هایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم رو مد نظر قرار بدین که چه ویست هایی بودش دیگه. فکر کنم قبل از این بود، نمیدونم قبل بود یا فکر کنم بعدشه. حالا راجع به ویست ها هم دوباره صحبت خواهم کرد. پس این نکته اول. چند تا چیز دیگه من اضافه کردم غیر از اکسترا فیچر. بنویسید expectation، یعنی انتظارات اضافی. بله تو لین بود. بله پس جلوی این کامپلکسیتی بنویسید expectation های اضافی یا extra expectation، یعنی اونا رو هم باید حذف کنم. آره بچه جلوی ویست هم بنویسید، برو صفحه 56. این جلوی قسمت ویست اونجا هست تو اون خط اول، اکسترا در واقع همین ویستی که اینجا هست، بنویسید برو صفحه 56 همین کتابا که حالا امروز میرسیم بهش. پس ویست جلوی ویست دیگه هم بنویسید ورکینگ ریپورت. ریپورت ریپورت اصلا ما دنبال ریپورت دادن نیستیم، این خودش یه نوع اضافه کاریه. find the simplest thing that could possibly work، جلوش بنویسید اصل کیس، اون اصلی بود که توی اصول اصلی چابک صحبت کردیم، اصل کیس، اون رو مطرح کردیم، یعنی قانون کیس پرینسیپل 10. آره این نکته پس بنویسی جلوش قانون 10 یا اصل 10 از اون 12 تا اصل چابک. خب موضوع بعدی کامیونیکیشن هست. قبلا راجع به کامیونیکیشن صحبت کردم و توضیح دادم، فقط یه خط یه هایلایت کنیم. making sure all team members know what is expected، یعنی همه تیم بدونه که چیز چه انتظاری وجود داره. ابزارهای کامیونیکیشن تول هم که خب کانبان میتونه باشه، کانبان بورد میتونه باشه و information radiator، اینا میتونه ابزارهای ارتباطی ما باشه. بحث بعدی فیدبک، جلوش بنویسید برای improve product، to improve product که استفاده میشه. و بحث آخرم که بحث بعدی courage که قبلا صحبت کردیم. بعد برای courage خیلی مهمه که تیم اجازه بدیم تیم به صورت visible با هم کار کنن، به خصوص در پیگ پروگرامینگ اینا دو نفر با هم کار میکنن و این باعث میشه کار اطلاعات و دانششون بدون مشکل با هم دیگه رد و بدل بشه و این خودش یه شجاعته که من دانشم رو در اختیار بقیه بذارم. علاوه بر اون دو تا کار اساسی هم در XP انجام میشه برای اینکه مطمئن بشیم که همه چی به نحو احسن انجام شده، Automated Builds and Unit Test. این دوتا اینا رو جلوتر توضیح میدیم. و بحث آخرم Respect که گفتم احترام به همه است، یعنی مشتری، همتیمیات و همه موارد، حتی هم PO، Scrum Master، همه اینا نیاز به یک خدمت رو از کنم که چیز داره. خب یه 30 ثانیه این شکل رو نگاه کنید تا بریم سراغ یه دقیقه روی این شکل صفحه بعدی، یعنی شکل صفحه 49 یه ملاحظه بفرمایید تا من بریم سراغ جزئیاتش. خب بریم سراغ توضیحات. من اول راجع به این شکل یه سری نکات مهم نوشتم و میخوام با شما به اشتراک بگذارم. اولین نکته اینه که یوزر استوری های
توی ایکس بی جلوش بنویسید خیلی لایت ویت هم، خیلی سبک هم، خیلی دیتیل، خیلی اپیک مانند نیستن، خیلی لایت ویت هم، شامل ریکوارمنت و تست سناریو میشن. بعد که اینجا ریلیس پلانینگ داریم که در واقع اینجا همون نقش همون پروداکت بکلاگ رو داره عملا برای ما، تعریف میشه تسکا، های لول استیمیت میشه، جلوی متافور بنویسید استعاره کنایه، یعنی همون صحبتی که قبلا کردیم تو ایکس بی ما میایم برای کد ها یه سری استعاره ها تعریف میکنیم، کد مالی مثلا میذاریم جلوش مینویسیم مثلا آپشو مثلا اسمشو میذاریم، نمیدونم کد امنیتی رو میذاریم دیوار چین، اون کلمه ای که انتخاب میکنیم میشه متافور. سیمپل دیزاین که طراحی ساده است. خب اسپایک چی بود؟ دو تا نکته کلیدی داره. ماشاءالله شما خیلی سریع جواب میخواییم بدید، خیلی عالی، از من جلوتری، خیلی خوبه این، خیلی عالی. چی بود اسپایک؟ آفرین، یه کار آرندی بود، یه اسمایل تایم. آفرین، من اونه دو روز، سه روز، یه روز، دو تا کار میکنیم. ببین نوشته دیگه، یه روشی رو مثلا یه پروو میکنیم، یه اپروچی رو، یا در واقع اگه آرکیتکچر اسپایک باشه یا سیمپل دیزاینی رو انجام میدیم. اما نه، یه اسپایک ساده باشه راجب یه موضوع خاص، مثلا راجب یه ریسکی، یه مشکلی که پیش بینی میکنیم، میشه اسپایک ساده. خب همونجور که توی شکل میبینید XP یک سری لایت ویت ریکوارمنت داره که اینا رو در قالب یوزر استوری بیان میکنه و معمولا دو هفته است. یعنی ببینید بچه ها تو لایه های وقتی میایم توی ریلیز و ایتریشن، این ایتریشن ما که همون معادل چیه؟ معادل اسپرینته. اون ایتریشن ما دو هفته دو هفته است، البته تو بعضی از رفرنس ها بیشتر از این هم هست، ولی ما چون میخوایم امتحان بدیم همین دو هفته رو در نظر میگیریم. افراد به صورت پیر کار میکنن، این یکی از نکات مهمه، و برای کد نویسی از این روش استفاده میکنن. و به شدت فریکونت که حالا انواع تستا رو داریم که حالا یه شکلی رو بهتون خواهم یاد داد که چجوری انواع تستا رو با هم بررسی کنیم. خب جلوی این پیر پروگرامینگ بنویسید برو به صفحه 52 و 157 محاسن پیر پروگرامینگ، که حالا یکیش تبادل دانشه، یکیش جلوی خطا رو گرفتنه، یه جورای آن اسپات تسته. آن اسپات یعنی به لحظه. خب وقتی این افراد پیر پروگرامینگ میکنن، دو نفر دو نفر، شروع میکنن خروجی تحویل دادن. عرض کردم صفحه 52 و 157. خب اینا میان با هم کار میکنن، محصول رو به صورت خردخور تحویل میدن و در نهایت فاینال پروداکت ریلیز میشه و تحویل داده میشه. چند تا نکته خیلی مهمه من اینجا، نکته اصلی اینه که آن سایت کاستمر داریم. آها، توی ایکس بی ما 5 تا نقش کلیدی داریم، اینا رو اینجا نوشته، ولی خب ما حالا سریع بگم. یکی آن سایت کاستمره، اصلا یکی از تفاوتای ایکس بی با سایر روش ها آن سایت کاستمره. جلوی آن سایت کاستمر بنویسید ارتباط دارد با DSDM کانترکت. حالا این DSDM کانترکت چیه؟ بعدن خدمتون خواهم گفت که چی هست. این آن سایت کاستمر خیلی مهمه. زینف دیگه ای که وجود داره همین پیر پروگرام ها هستن، پیر پروگرامر ها، یعنی کسایی که دو به دو با هم کار میکنن. زینف بعدی QA یا بیزنس آنالیست میتونه باشه، QA بیزنس آنالیست، QA کوچ که مربی XP ما هستش. خب اسپایک هم یک بازه زمانی کوتاهه که ریسک رو کم میکنه، ثرت رو کم میکنه. وقتی من میگم
ریسک منیجمنت بنویسی صفحه 99 جلوش، یا اصلا بحث ریسک منیجمنت رو احتمالا برسیم بگیم ای خدا. خب این پس شد اسپاک برای هدف ردیوس ریسک، برای اینکه ریسک ها و ایشوها تهدیدات رو حل کن. راستی یه نکته باز خیلی مهم بگم اینجا، اگر صحبت از ریسک میشه ما تو عجب بیشتر ریسک های منفی رو میگیم. آره 99 وحید، صفحه 99. خب گرفتین پس چی شد؟ من وقتی دارم اینجا در مورد ریسک صحبت میکنم ترتش رو میبینم، واسه هم اینجا ترتش آورده، ترت یا به قول من تهدید آورده، برخلاف پی ام باک که یادتون باشه تو پی ام باک ما اولویت رو به هم فرصت ها میدادیم هم تهدید ها. اینجا ما دنبال اینیم که بیشتر تهدیدات رو برداریم. خب نکته بعدی، وقتی اینجا میگه delivering از small release، جلوش بنویسید منظورش continuous deliveryه، منظورش continuous integration نیست. اینجا این خط بالا یادم رفت میگم، وقتی میگه software is delivered as a small release، اینجا بنویسید جلوش منظور continuous deliveryه، منظورش continuous deployment نیست، منظورش continuous integration هم نیست. این نکته اول. چرا؟ چون تو continuous deployment هم develop میکردیم هم integrate میکردیم هم test میکردیم هم اجاب. اینجا منظور ما نه، اینجا منظور deliver کردن اون خروجی ها به on-site customer هست. خب بریم نقشه مهم رو با هم بخونیم. پس یکی کوچ، کاستمر، پروگرامر و تستر، البته تو بعضی جاها QA میگن به این تستر. این چهار تا نقش کلی توی XP هستش. بعضی جاها به جای QA کنار QA بیزنس آنالیست هم میگن، حالا میگم جلوتر میرسیم بهش میگیم. خب کوچ چیکار میکنه؟ جلوش بنویسید مهمترین نقشش فسیلیتیتوره. فسیلیتیتور یعنی تسهیلگری، همینجوری که اینجا قید شده تسهیلگری میکنه. چی رو؟ منتور تیمه، میبینید منتور تیمه، راهنمایی میکنه راجع به فرایندها، کمک میکنه به تیم که آن ترک بمونن. آن ترک یعنی اون طبق پلن جلو برن. با کمک میکنه به تیم که افکتیو باشه. یه نوع مجراست، یه نوع راهکاره برای تقویت کردن، رینفورسمنت کامونیکیشن. کامونیکیشن یعنی چی؟ یعنی تمام ارتباطات دیگه، بین اعضای تیم و بین خود تیم و اکراس تیمز. چون XP یه روش نرم افزاریه احتمالا تیمای نرم افزاری کنار هم باید کار کنن، لذا این کوچه همون هماهنگی بین تیم ها هم انجام میده. شما مثلا یه ماجول رو دست شماست، یه تیمی دارید، این ماجول رو با یه ماجول دیگه باید مرج بشه، این هماهنگی بین این دو تا تیم رو در واقع کوچاشون انجام میدن. Share many responsibility with Scrum Master، یعنی خیلی شبیه کاراش، خیلی شبیه Scrum Master هستش. میتونیم حتی این دوتا رو interchangeably استفاده کنیم. Customer شبیه بنویسی جلوش POه، همون نقشه یه جورایی PO رو داره، محصول رو اون تعریف میکنه، اون محصولی که قرار ساخته بشه، تصمیم گیری میکنه، بچه ها اولویت بندی فیچرها رو در موردش تصمیم گیری میکنه و کانفرم میکنه، تایید میکنه که محصول همون محصولیه که مد نظر هست. توی بعضی از کتابا یه نقش بعدی هم، حالا بذار نقشا رو بگم بعد به اینم بگم. خب پروگرامرها کیان؟ همون دو نفر، دو نفرایان که یکیشون میشه دیولپر، یکی میشه تستر یا نویگیتور هم میگن. این دوتا هم دو نفر، دو نفرن، یکی مینویسه، یکی به صدا چک میکنه. حتی یه دونه چیز دارن، کیورد دارن، دوتا کیورد دارن.
تسترام که همون نقش QA رو دارن، کوالیتی اشورنس میکنن، با اون کوالیتی کنترل بالا متفاوته. اونجا که پین پروگرامینگ میکنن بیشتر QC میکنن. اینجا تستر نگاه کنید بیشتر نقش کوالیتی اشورنس رو داره. کوالیتی اشورنس یعنی فرایند رو چک میکنن، نه یه تیک از محصول. مطمئن میشن که ها help the customer define the right define and write acceptance test. یعنی تست های اکسپتنس برای یوزر استوریا رو اینا می‌نویسن. میتونه این رول توسط یکی از دیولوپرها، پروگرامرها، همون دیولوپرها انجام بده. یعنی خود اون به یکی از دیولوپرها اگر تخصصش رو داره انجام بده. ترما سوال میاد، حواستون باشه. اگه یه جایی گفتش مثلا کاستمر اینو میخواد، دیگه منظورش پروداکت اونر نیست. تو باید بیای تو فضای ایکس پی. یه جایی میگه کوچ اینو میخواد، تو باید ببینی دیگه فضا اسکرام مستری نیست. باید بیای توی سایر متدها